اولین بار که گلوله به ارتفاع 20 متری از سطح زمین میرسد، انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل گرانشی گلوله با هم برابر باشند، کار نیروی مقاومت هوا از مبدأ زمان تا این لحظه چند جول است؟ هر کی از شاگردای ما اینو حل نکرده باشه، نشان از اینه که یا سر جلسه حالا رفته باشه واسه حلش، ممکنه غلط اشتباه کرده باشه، ولی یا خیلی میترسه از سوالات، یا تست کافی نزده، یا روش ما رو یاد نگرفته. خب استاد مگه 50 سانت نبود؟ چرا 5 گذاشتیم زینب خانوم؟ من گذاشتم 5 اینجا، برای چی بود؟ راست میگه، 5 در 10 میشه 50، 50 در، خب نه این نیم بود، درست گذاشتیم، 5 گذاشتم، ولی تو محاسباتمون مشکلی نیست. نیم در 10 میشه 5، 5 در 2 دهم شده 1، همون نیم رو ما محاسبه کردیم، فقط عدد رو اشتباه بود، نیم نوشتم 5. خب مرسی که اصلاح کردیم. خب اول بیایم حوض اولیه رو بکشیم. میگه که به سمت بالا پرتابش میکنیم با این تندی از سطح زمین. پس من یه گلوله دارم این پایین، جنبشیش چنده، پتانسیلش چنده؟ جنبشیش که 1/2 MV به توان 2، آفرین، 1/2 MV بیش دو که هست سی، ام رو بذاریم 14، 1/2 وی دو هم میشه سی به توان 2 میشه 900، 1/2 14 میشه 2/10، 2/900 حساب کنیم میشه 180. این شد جنبشیش، با 1/2 MV دو حسابش کردیم شد 180. پتانسیل شنده سرکار خانم؟ پتانسیلش به جرم صفره. آفرین، وقتی از سطح زمین پرتابش میکنیم به سمت بالا میشه صفر. درود بر شما. خب وقتی که پرتابش کردیم رفته تا یه جایی که حالا ما کار نداریم کجا هست، در مورد اونجا باز یه دیتایی داریم. اولا گفته به ارتفاع 20 متری میرسه، پس ام جی اچ رو میتونیم حساب کنیم. ام جی اچ، ام اچ 14، جی 10، اچ هم 20. داده ها همه مال سواله ها. خب میشه چند حاصل ضرب اینا؟ من اگه اجازه بدید سریع حساب کنم، میشه 80. درسته؟ بله. و یه چیزی هم گفته، گفته که انرژی جنبشی و پتانسیل گلوله با هم در این ارتفاع برابره، پس این 80 اون یکی هم چنده؟ اون یکی هم 80. 80، خدا خیرتون بده. حالا سوال میگه چقدر نیرو هدر رفته؟ اول 180 تا اینجا آب داشتم، اینجا شده 160. چه اتفاقی افتاده؟ اینجا شده افتاده؟ 160، 20 تا هدر رفته. خیلی راحت حل شد نه؟ بله، من تازه تو کلاساتون شرکت کردم. خب واقعا عالیه. از کی؟ چند وقته؟ یه 2-3 هفته ای میشه. آفر. متاسفانه دیر، ولی دارم فیلماتون رو میبینم. خیلی تا خوبه، شما یه فرصت جمع‌بندی نیم سال اول هم دارید. 5 هفته آزمون پیشروی نمی‌کنه، اونجا میتونید خیلی قشنگ جمعش کنید. بله. خیلی این روش شاهکاره ها، یعنی شما قشنگ میفهمید وقتی از فرمول کنده میشید، وقتی دارید رابطه ها رو مینویسید که 1/2 ام ویدو به اضافه ام جی اچ مساوی با فلان، اونجوری نمیتونید بفهمیدش. خب ولی وقتی که اینجوری میکشید قشنگ درک میکنید که آقا یه جسمی دارم 180 تا جنبشی داره، 0 تا پتانسیل. حالا رفته یه جایی پتانسیلشو میتونم حساب کنم 80. خود سوالم میگه جنبش و پتانسیلش برابر واسه من 80. میگم خب حوض بود اسم روشمون دیگه. میگیم اینجا 180 تا توش آبه، اینجا 160 تا، پس 20 تاش کجا رفته؟ رفته بیرون. کار نیروی مقاومت هوا منفیه، یعنی منفی 20. آفرین به شما. این سوال هم میخواییم با همین روش حوز دوباره بیاییم با یکی دیگه از بچه حل کنیم. این بار با فکر کنم خانم بهرامی رو صداشون رو باز کرده بودم، زینب خانم و خانم جعفری هم. ماشاءالله بچه ها فقط چند نفرید ها، از بچه دیگه کسی نمیخواد داوطلب بشه بچه های کلاسمون. این همه شاگرد داریم سر کلاس، فقط 4-5 نفر داوطلبن، بقیه هم بیاید. آها خانم بلوکی بفرمایید، 179 رو بخونید. مطابق سلام استاد، سلام، مطابق شکل جسمی به جرم 2 کیلوگرم از نقطه A روی سطح شیبداری رها میشه. اگه تندی جسم در نقطه B برابر با 4 متر بر ثانیه باشه، تندی جسم در نقطه C چند متر بر ثانیه است؟ آفرین. ببینید بدترین کار توی سوال کار انرژی اینه که ازش بترسید، یعنی به محض اینکه بترسید و مسیر حل رو گم بکنید شما گمراه میشید. ولی اگر بیایید و طبق حوض مرتب و منظم پیش برید برنده اید شما. بیایید حوضش رو تو نقطه A بکشیم، تو نقطه A این شکلی. خب به من بگید که انرژی پتانسیلش چنده؟ ام جی اچ مگه نیست؟ ام جی اچ خب ام اچ که 2، جی که 10، اچش هم که 5، میشه 100. قبوله؟ آره. رهاش هم کردیم، رهاشم کرد. آفرین، این صفر. درود بر شما.
تموم شد دیگه، کاری باهاش نداریم. میایم تو نقطه C، تو نقطه B.